با سلام و وقتتان بخیر. به سرویس خبری این ساعت از شبکه جهانی هزار آورد با من بلقیس بهار و همکارم لاله رحمانی خوش آمدید. سرخط اخبار: طالبان یک عضو پیشین پارلمان را در ننگرهار بازداشت کردند. سوی استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان. رسانه‌های اسرائیل از کشته شدن دختر حسن نصرالله خبر دادند. بی‌بدیل خواندن طالبان برای گفتگو و ایجاد روابط توسط روسیه. لطف‌الله نجفی‌زاده برنده جایزه آزادی مطبوعات کانادا و بریتانیا شد. و گشت‌زنی هواپیمای بی‌سرنشین در آسمان غور. مشروع اخبار: منابع محلی در لوگر میگویند که طالبان شاپور حسن زوی، یکی از نمایندگان پیشین این ولایت در مجلس نمایندگان کشور را بازداشت کردند. منابع روز شنبه هفتم میزان به هزار آورد تایید کردند که حسن زوی دو روز پیش از سوی طالبان بازداشت شده است. بر بنیاد اظهارات منابع، طالبان این عضو پیشین پارلمان را در پیوند به یک خانه مورد نزاع بازداشت کردند. این نماینده پیشین مردم لوگر در پارلمان اکنون در بند طالبان است. پیش از این هم طالبان برخی از نمایندگان پیشین مردم در پارلمان و شورای ولایتی را به بهانه‌های مختلف بازداشت کرده بودند. ماه گذشته نیز این گروه عبیدالله شینواری، معاون پیشین شورای ولایتی ننگرهار را در شهر جلال آباد، مرکز این ولایت، بازداشت کرده بود. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران میگوید که گروه تروریستی به ویژه شاخه خراسان داعش در حال سوء استفاده از وضعیت موجود در افغانستان زیر سلطه طالبان هستند. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه هفتم میزان با نشر بیانیه نگاشته که عراقچی این اظهارات را در سومین نشست چهار جانبه این کشور، روسیه، ایران و پاکستان در مورد افغانستان بیان کرده است. عراقچی افزوده است گروه‌های تروریستی به ویژه شاخه های داعش در حال سوء استفاده از وضعیت فعلی افغانستان برای نفوذ بیشتر در این کشور هستند. جنگنده های ارتش اسرائیل شامگاه روز جمعه به مرکز فرماندهی حزب الله لبنان در حومه بیروت حمله کردند. رسانه های اسرائیل گزارش دادند هدف این حمله حسن نصرالله دبیرکل حزب الله بود. رسانه های وابسته به حزب الله گزارش دادند حسن نصرالله زنده است، اما مرگ و زندگی دبیرکل حزب الله تا کنون در حال ابهام است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که بر اثر حمله اسرائیل دست کم 6 نفر کشته و 91 نفر دیگر زخمی شدند. یک مقام حزب الله گفت که 6 ساختمان در حمله اسرائیل با خاک یکسان شده است. وزیران خارجه روسیه، ایران، چین و وزیر دفاع پاکستان در دیداری در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک وضعیت افغانستان را بررسی کردند. وزارت خارجه روسیه گفت طرفین در این نشست تاکید کردند که هیچ بدیلی برای گفتگو و ایجاد روابط با طالبان وجود ندارد. وزارت خارجه ایران روز جمعه بدون ارائه جزئیات بیشتر در اطلاعیه‌ای نوشت که این نشست به میزبانی عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور برگزار شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته آنها بیانیه مشترک درباره افغانستان صادر کرده، اما این بیانیه تا کنون همگانی نشده است. جایزه مشترک آزادی مطبوعات کانادا و بریتانیا به خبرنگاران و سازمان‌های رسانه‌ای مستقل افغانستان اهدا شد. مراسم اهدای این جایزه شب گذشته جمعه 6 میزان در نیویورک آمریکا با حضور ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، و لورد کالینز، معاون پارلمانی وزیر امور خارجه بریتانیا برگزار شد. لطف‌الله نجفی‌زاده، مدیر اجرایی تلویزیون آمو، این جایزه را به نمایندگی از خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان دریافت کرد. وزارت خارجه کانادا و بریتانیا در اعلامیه مشترک گفتند که این جایزه نشان دهنده تعهد پایدار این کشور برای حمایت از روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل است.
منابع محلی در غور است گشت‌زنی یک هواپیمای بی سرنشین در آسمان این ولایت خبر دادند. منابع روز شنبه هفتم میزان به هزار ورد تایید کردند که یک هواپیمای بی سرنشین از دو روز به این سو به گونه دوامدار در آسمان شهر فیروزکو، مرکز غور و برخی از ولسوالی‌های این ولایت گشت‌زنی می‌کند. با این حال منابع از میان طالبان نیز گشت‌زنی هواپیمای بی سرنشین در آسمان این ولایت را تایید کردند. طی روزهای اخیر گشت‌زنی هواپیماهای بی سرنشین در غور بیشتر شده است. چند روز پیش هم یک هواپیمای بی سرنشین در آسمان مرکز و شماری از ولسوالی‌های این ولایت دیده شده بود. ممنون از همراهیتان. تا بعد، خدا نگهدار.